الحمدلله هدایت شدم. الله تشکر کنم. الله اکبر. واقعا گمراه شده بودم. الله اکبر. شکر خدا. الان به راه سنت پیامبر برگشتم. من 30 سالمه. تازه الان چند وقت دارم برنامه شما نگاه میکنم. تازه دارم میگم خدایا من 30 سال تو خواب غفلت بودم. 30 سال همه خواسته ها ما از کسای دیگه غیر از خدا خواستم، توبه کردم. ایشالله خدا توبه همو قبول کنه. خب ولی من الان چند وقته که حاجتم درد دلم همه رو با خدا میکنم. اینقدر احساس نزدیکی با خدا دارم. فقط فکر میکنم من الان تازه متولد شدم. اینقدر احساس پاکی، اینقدر احساس نزدیکی، فقط خود الله خبر داره. از احساسی که تو دلم نسبت به خدا دارم. ولی تو این 30 سال هیچ وقت نداشتم همچین احساسی رو. عرضم به حضورتون تازه مشرف شدم به مطب سنت به جماعت. خواستم هم اینجا حضورتون شهادت اینم بگم. الله اکبر، بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شکرا یا ربی شکرا. من فقط میخوام یکی دوره اعلام کنم همینجا. من به عنوان یه سنی که واقعا مشرک بود، و غیر خود از غیر خدا مدد میطلبید، میگفت یا غوث یا فلان یا فلان. امروز بعد از 1 سال هم خودم هم همسرم موحد شدیم و عرض میکنم اشهد ان لا اله الا الله، الله اکبر، ادو ان محمد رسول الله. الله اکبر. الله اکبر. خیلی ممنونم از اینکه 4 ماهی برنامه‌تون نگاه میکنم. من به حق رسیدم. ما از بحرین هستیم. مادر محمود اسمم. بله بفرمایید. من بودم از قبل. بله الحمدلله شکر خدا و خدا هدایت هم داد. ولی من یکی از 3 سال پیش به قول معروف اهل تشیع بودم، ولی الحمدلله به لطف برنامه خوب شما و لطف خداوند بزرگ الان یه راه حق و از باطل جدا کردم و الحمدلله حقیقتا راه خودم رو پیدا کردم. بس مداهم بودم، یعنی مرخانم بودم. یعنی یکی از مداهم بودین که به اهل سنت و جماعت پیوستین؟ الحمدلله. بله به لطف خداوند بزرگ و لطف زحماتی که شما شبان روز برای ما انجام میدین واقعا من الان معنی واقعیت زندگی رو پی بردم. واقعا شاید ما یه برنامه شما رو دنبال کردم، این که واقعا راه برستیه. من میگم این داره شم بیشتر آشنا شد. شکرا یا ربی شکرا. میخواییم یه هستیم آقا مثل خواهر ما میخواییم ما هفت نفر خانواده ما میخواییم ساندی بشیم انشاءالله. واقعا 41 سال همی عزیزی یه رو داشتیم الان هفت نفر خانواده ما الان لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اکبر. الله اکبر. من خودم قبلا یه شیعه بودیم با برنامه شما موحد شدم. من برنامه شما رو 1-2 ماه دنبال میکنم و هر حرفی هم که شما میزنید من در مورد تعرض کردم و الان از طرف خودم کتاب کافی کلینی و مدرسی رو و با همه غزینی همه رو میزنم به دیوا و موحد میشم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. شکرا یا ربی شکرا. الله حق. الان تمام فامیل اسم منو گذاشتم وهابی و اصلا بیمی از این ندارم که این شیعه های صفوی که فامیل خودم هست، پدرم، برادرم، هر چی که هست، اصلا به من هر چی بگن اصلا یعنی تأثیری نمیذاره. شما انقدر راهنمایی کردید، انقدر حرفای خوبی که میزنید، واقعا این استدلالهایی که میارید خیلی ظاهرا از به حال نمیدونم دقیقا از شما از مناطق سنی نشین که نیستید ظاهرا. نه من از شیعه هستم و به اصطلاح خیلی هم تو برنامه خودم رو در مورد دینی که خبر میکرد خیلی شک داشتم، میدونستم که اینا اصالتی نداره. تقریبا تو عقاید مسیحی رو من مطالعه کردم، همه چیزای بیشتری که از اونا گرفته شده و این خرافات و این چیزایی که به اصطلاح تو شیعه گنجاندن خیلی هاش مشابه مسیحیان، ولی دین اسلام واقعا رسالت داره و اون چیزی که بخواد بشناسه
اشهد ان محمد رسول الله. واقعا یک افتخار دارید. این سالهای قبل شما کجا بودید که برادران موحد و خودتان را تنها گذاشته بودید؟ اینایی که دینشون فاسده بر اساسی حق و هیچ چیزی نیست دارن ده ها شبکه دارن مردم را به گمراهی میکشانند، ولی مسلمانان موحدی از ما در ثروتهای خدادادی مثل کشور عربستان و کشورهای خارجی کجا بودند؟ قبلا این شبکه ها نبودند. خدا شما را به خدا شما مسئول هستید. خداوند در قرآن گفته که این هم مسئولون، این هم پیام را بفرستید مسئولین به خادم حرمین که ما نیاز داریم. ما این مسلمانان میلیارد مسلمانی که در دنیا هستند محتاجمند این قول شبکه هایی هستند.